ائتلاف عربی، حمله شبه نظامیان حوثی به یک کشتی در دریای سرخ ناکام ماند. مردم مسجد سلیمان شب گذشته را در پارک ها و محیط های باز به سر بردند. آژانس بین المللی انرژی اتمی تایید کرد رژیم ایران از سقف تعیین شده برجام عبور کرده است. سخنگوی ائتلاف عربی اعلام کرد نیروهای دریایی ائتلاف موفق شدند حمله شبه نظامیان حوثی وابسته به رژیم ایران به یک کشتی تجاری در جنوب دریای سرخ را به شکست بکشانند. سرهنگ ترکی المالکی گفت شبه نظامیان حوثی تلاش داشتند تا به وسیله یک قایق بمب‌گذاری شده به یک کشتی تجاری در دریای سرخ حمله کنند، اما این قایق توسط نیروهای دریایی ائتلاف منهدم شد. ترکیه المالکی افسود نیروهای دریایی ائتلاف قایق بمب‌گذاری شده حوثی‌ها را که از راه دور هدایت می‌شد ردگیری و منهدم کردند. مردم مسجد سلیمان شب گذشته در وحشت از زمین‌لرزه‌های مجدد و پس لرزه‌ها در این شهر شب را در پارک‌ها و محیط‌های باز سپری کردند. بر اساس آخرین خبرها تعداد مصدومان زلزله 5.7 ریشتری روز گذشته در مسجد سلیمان به بیش از 110 تن رسید. خانم مریم رجوی با همدردی با هموطنان آسیب دیده خواستار همیاری و کمک به زلزله زدگان مسجد سلیمان و سایر شهرها و مناطق خوزستان شد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تایید کرد رژیم ایران از سقف تعیین شده برجام برای غنی‌سازی اورانیوم عبور کرده است. یک سخنگوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه به خبرنگاران گفت ما از اطلاعیه رژیم ایران مبنی بر افزایش سطح غنی‌سازی اورانیوم آگاه هستیم و در حال بررسی صحت و سقم این تحولات میباشیم. یک سخنگوی سازمان انرژی اتمی رژیم آخوندی روز دوشنبه گفت میزان غلظت از 4.5% عبور کرده است. دونالد ترامپ روز دوشنبه با امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه در یک تماس تلفنی در مورد افزایش غنی‌سازی اورانیوم توسط رژیم ایران گفتگو کرد. سخنگوی کاخ سفید در بیانیه‌ای در این باره اعلام کرد ترامپ و ماکرون در مورد تلاش‌های جاری برای تضمین اینکه رژیم ایران به سلاح اتمی دست پیدا نکند و به رفتار بی‌ثبات کننده‌اش در خاورمیانه پایان دهد گفتگو کردند. سناتور تام کاتن عضو ارشد سنای آمریکا طی بیانیه‌ای اعلام کرد رژیم ایران محدوده تعیین شده اورانیوم جهت ممانعت از دستیابی آن به توانمندی‌های تسلیحات اتمی را نقض کرده است. رژیم ایران بازی خطرناکی را در لبه پرتگاه اتمی انجام می‌دهد، اما آمریکا و متحدان اروپایمان نباید تسلیم تهدیدهای رژیم ایران شوند. غنی‌سازی اتمی مسیر نابودی آخوندهای حاکم بر ایران است. دادگاه عالی جنایی امنیتی دولت مصر طی حکمی 5 نفر را به جرم جاسوسی برای رژیم ایران و تلاش برای ضربه زدن به ارتش و مواضع سیاسی و منافع ملی مصر به 25 سال و 1 نفر را به 15 سال زندان محکوم کرد. به گزارش از شرق الاوسط، این افراد با مسئول پرونده مصر در سپاه پاسداران رابطه داشتند و اطلاعاتی درباره اوضاع داخلی مصر به وی می دادند. آنها همچنین به جذب و سازماندهی افراد و تشکیل گروهی وابسته به رژیم ایران کمک می‌کردند. الریاض عربستان، تظاهرات باشکوه و عظیمی در شهر برلین با حضور بیش از 15,000 ایرانی برگزار گردید. ایرانیان در این تظاهرات از قیام مردم ایران و مبارزه کانون‌های شورشی برای سرنگونی دیکتاتوری مذهبی آخوندی و استقرار دموکراسی و حاکمیت مردمی پشتیبانی کردند. خانم رجوی طی پیامی خطاب به تظاهرکنندگان در برلین گفت امروز آخوندها در تله و تنگنای سرنگونی به دام افتادند و شما رو به میهن، رو به قیام کنندگان، رو به کارگران و معلمان و سایر مردمان به جان آمده میگویید بتازید و بتازید.